I took some Benadryl last night. Her death was caused by a toxic level of an ingredient commonly found in Benadryl. تیک تاک تیک تاک. بچه ها، این چالش تیک تاک با همه چالش های تیک تاک دیگه فرق میکنه، چون که تو این چالش تیک تاک چند نفر جان خودشون رو از دست دادن. انگار که این روزا این اپا هی دارن سمی و سمیتر میشن و نوجوان ها رو با خودشون میبرن توی دنیای تاریکی پر از چالش های مسخره، ترسناک و خطرناک. خب بچه ها، یه چالش تیک تاکی هست که نوجوانا بیشتری تو آمریکا و جای دیگه دنیا انجام میدن، که تو این چالش نزدیک 12 تا 14 تا قرص پشت سر هم میدن بالا. این قرص اسمش بنجلوین هست و باید اینو بگم که این چالش مرگبارترین روندی است که تا حالا تو عمرم دیدم. همین چالش و همون چالشی که بچه‌ها مایع لباسشویی میذاشتن تو دهنشون و میخوردن اصلا حالم بد شد. خب حالا من نمیدونم کی این چالش رو درست کرده و چرا این چالش رو درست کرده، ولی تنها چیزی که میدونم اینه که به احتمال زیاد الان مردن، چون که بازی کردن با این قرصا، قرصای بنادرین، اصلا چیز خوبی نیست و حتما باعث میشه که حداقل سر از بیمارستان در بیارین و یا مثل این دختره که امروز میخوام در موردش حرف بزنیم جون خودتون رو از دست بدین. آخه چرا؟ تیک تاک ما رو به گدزا کشون. خب بزن یکم در مورد این بنجرل براتون توضیح بدم. بنجرل یا دایفن هایدرامین یه نوع قرص یا دارویی هست که برای آلرژی بیشتر استفاده میشه. یه آنتی هیستامینه، کمک به آلرژی میکنه، به خواب، به خاروندن، به جایی که سوخته شده. ولی بنجرلن اووردوز میتونه خیلی خطرناک باشه و این وقتی اتفاق میفته که بیشتر از اون حدی که اجازه دارین میخورین. ولی یه سری آدمای ابله اومدن تو تیک تاک و اینا چالش کردن، چالش زیاد خورد دن بنادریل. آخه از این خنجتر میگه داریم تیک تاک دیگه. امیر چه فکری کردی؟ ولی اصلا باورم نمیشه که یکی به خودش فکر کرده که ها اگه 10 تا از این قرصو بخورم فکر بدی هم نیست، فکر خوبیه. چرا؟ بچه این آرتیکالا اینجا نگاه کنین. 3 Texas teenagers hospitalized after doing Benadryl challenge on TikTok. یعنی 3 تا نوجوان رفتن بیمارستان بعد از اینکه بنجلیل چالنج تو تیک تاک انجام دادن. این صدا تو تگزاس بودن در آمریکا و نوشته The rise of social media has brought within it number of controversial and dangerous challenges. یعنی که فضای مجازی با خودش چند تا از خطرناکترین وایرال چالش ها را آورده. من باش فکر کردم چالش سس تند بد بود. و اینجا نوشته With one of the latest seeing people take excessive amounts of Benadryl. و یک چالش جدید اینه که بعضی اومدن یک عالمه بنادریل خوردن. اینا بیشترشون نوجوان بودن. و بچه ها بعدیش اینه که چون که بنادریل برای آلرژی استفاده میشه، اینا رو میتونین به این مغازه بخرین، یعنی نباید براش نسخه داشته باشین. خب بعد نوشته این می 3 teenagers were admitted to Cook Children's Medical Center. یعنی تو می که میشه حدود 4 ماه پیش، 3 تا نوجوانا بردن Cook Children's Medical Center تو فورت ورث، یه جاست تو تگزاس، یه بیمارستانه برای بچه‌ها. و این کارا بعد از اینکه چالش بنادریل تو تیک تاک تماشا کردن انجام دادن. تو وبسایتشون نوشته یکی از دخترها 14 سالش بوده و اسمش هم ربکا بوده و 14 تا بنادریل پیل خورده. بچا 14 تا بنادریل قرص خورده و وسط شب in the middle of the night on memorial day یا حضرت عباس May 25 میشه دقیقاً 4 ماه پیش تقریبا. مادرش که کیتی اسمش بوده explained the teen was using fractured sentences. یعنی مادرش توضیح داده که وسط شب که اومده گفته ماما حالم بده، اصلا جمله هاشو نمیتونسته درست سر هم کنه و خیالاتی شده بوده. یا حضرت عباس. دوباره زیرش نوشته ربکاز resting heart rate was 199. برای اینکه بدونین معمولیش برای بچه‌ها بین 70 تا 100، ایشون 199 ضربان قلبش بوده هر دقیقه، یعنی تقریبا دو برابر، شاید بیشتر دو برابر حتی. و همون شب خانوادهش بردندش تو امرجنسی روم تو بیمارستان و خوشبختانه چون که سریع رسوندندش بیمارستان، بعد از چند ساعت ضربان قلبش برمیگرده به حد معمولی. من فکر کنم ربکا میخواسته همون حالت خیالاتی یا هلوسینیشن بهش میگن که تعارف، نمیدونم به فارسی بگم چه، تعارف، فکر میکرده احساس خوبیه، ولی بچه ها پیداست که برعکسشه. آخر رفت بیمارستان داشته میمرده و واقعا اگه هدف این چالش اینه که اون حالت به دست بیاری کلا اشتباس. بنادرین هیچ چیزی نیست که باش بخوای بازی کنی، کلا خیلی خطرناکه و میگم برای چیزایی مثل آلرژی، درد، خاروندن، چیزایی که خیلی جدی هست برای اونا استفاده میشه، نه برای اینکه دو تا چهار تا دو تا شش تا
نه اینجور چیزا. اینجا نوشته هشتگ بندریل تو تیک تاک نزدیک 5.4 میلیون ویو داره، که از این 5.4 میلیون بعضیشون دارن این چالش رو امتحان میکنن و یه سریشون هم دارن میگن این چالش رو امتحان نکنین، این کار خطرناکه. دم اونایی که دارن میگن خطرناکه گرم و اونایی که دارن امتحان میکنن، آخه چرا؟ و متاسفانه یه دختر 12 ساله با خوردن مقدار زیاد بندریل جون خودش رو از دست داده. و این دخترم که میگه من این چالش رو انجام دادم، تو اسنپ‌چتش گذاشته بود من شاید بیشتر از 10 تا بندریل برداشتم. و اینجاش اصلا نمیدونم چی گفته، my brother's pen، خودکار داداشم فکر کنم، چون که قرصا رو زیاد خورده اصلا خودش هم نمیدونسته داشته چی تایپ میکرده. و اینم ویدیوش، میگه خیلی احساس عجیبی دارم ولی فکر کنم باید خستگیم در بره تا بتونم اون حالت خوبی که بهم میده و به دست بیارم. میگه این ویدیو آپدیت 2، هنوز هیچ حال خوبی ندارم، بدنم خیلی خسته است و نصف بدنم به تخت چسبیده. خیلی عجیبه. میگه نمیدونم کار کرد یا نه ولی خیلی خسته. گفت خیلی احساس سنگینی میکنه و یه جورایی شوک شده و دستم هم درد میکنه. یه هی اسپازه میکنه وقتی که هی میزنه اینجوری تپ 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 میزنه، نمیدونم تا چش من هم اینجوری شده مثلا هی ضربه میزنه. تو کامنتاش هم نوشته بچه ها من فکر نمیکنم این کارو باید انجام بدین، نشه الان حالت خوبه؟ میگه آره بهترم ولی هی نمیتونست خوابم ببره، دیگه امتحان نمیکنم. 10 تا بندرین، گفت من 10 تا بندرین خوردم. بچه اگه تا الان واضح نیست، بندرین خیلی خیلی خطرناکه. اصلا نمیدونم این دختره کلی داشته چه فکری میکرده. یه دکتر گفته خیلی ساده بهتون بگم، وقتی نزدیک اووردوز همین بندرین میشین شروع میکنین به خیالاتی شدن و شانستون برای سیجر یا ضربان قلب غیر عادی که باعث سکته میشه میره خیلی بالا. و هر چقدر بیشتر بندرین بزنین باعث خستگی، باعث گیج شدن، بالا آوردن و ضربان قلب غیر عادی میشه. و اینجور افراد بعضی موقع احتیاج به انتوبیشن دارن، از اون دستگاهاست که میره رو دهنتون که باعث شه که بتونین نفس بکشین، چون که قلبتون انقدر سریع داره میزنه کمک بیشتری به نفس کشیدن دارین. درسته که ربکا جون سالمی به در برد با اینکه ضربان قلبش 199 بود، ولی یه دختر دیگه که 15 سالش فقط بود به اسم کلوی توی اوکلاهوما دوباره آمریکا متاسفانه توی این چالش جون خودش رو از دست داد. بعد دلم میسوزه واقعا برای کلوی، چون که حتما تو خودش شاید خیلی رفیق نداشته و دوست داشته یه کار عجیب غریب کنه که نمیدونم معروف بشه یا محبوب بشه، ولی آخرش باعث شد که جون خودش از دست بده. شما هم نظرتون رو تو کامنت ها به هم بگین، این چالش واقعا خیلی متفاوت بود. خیلی دوستتون دارم، امیر آرمی. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین دمتون گرم، یادتون نره که تو اینستاگرام هم میتونین منو فالو کنین @amir.tawassuli، یه لایک هم روی این ویدیو بچسبونین و سابسکرایب کنین که جزء امیر آرمی شین. دمتون گرم، بی الایو، هاف سام چای و تا ویدیو بعدی. پیس.